برگزاری اعتصاب دو روزه توسط کارمندان بخش دولتی در آتن در اعتراض به اخراج از کار در اولین روز خود یعنی چهارشنبه با کشته شدن یک نفر فعال ضد فاشیست به التهاب سیاسی و اجتماعی در این شهر دامن زد. یکی از شرکت کنندگان در اعتصاب گفت دموکراسی جلوه‌های مختلفی دارد، اما این افراد نشان دادند که دموکراسی نمی‌خواهند. آنها با مخالفان سیاسی خود تنها دارای عدم توافق نیستند، بلکه آنها را می‌کشند. و یک معترض دیگر در این زمینه می‌گوید گروه گالدن داون به مهاجران حمله می‌کند و اکنون شروع کرده به حمله علیه کسانی که از حقوق واقعی مردم دفاع می‌کنند. این همان کاری است که هیتلر انجام می‌داد و اکنون اینها انجام می‌دهند. فرد مظنونی که در ارتباط با این قتل توسط پلیس بازداشت شده اعتراف کرده که فعالان یک گروه راست افراطی به نام گلدن داون یا سپیده طلایی است که در یک بار و با سلاح سرد این قتل را مرتکب شده است. وزیر حفاظت مدنی گفت این قتل وحشتناک توسط یکی از هواداران گروه گلدن داون صورت گرفته که اظهارات او به روشنی نشان می‌دهد تصمیم نئونازی هاست. گروه گلدن داون این قتل را محکوم کرده و هر گونه اتهام مربوط به دست داشتن در این جنایت را رد کرده است. این گروه همچنین طرفداران خود را به یک تظاهرات فراخوانده است.